سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز قراره طبق روال هر جمعه بریم سر وقت اخبار سینما. با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که توی هفته گذشته چه اتفاقات مهمی افتاده. تا دیگه از این به بعد مطمئن باشیم که هیچی از زیر دستمون در نمیره. خبر برای گفتن خیلی زیاده، پس بهتره بریم سراغ کارمون. اولی خبر طبیعتاً مربوط میشه به جان ویک. چون هم اکرانش خیلی نزدیکه، همین که یه اتفاق عجیبی تو همین هفته گذشته افتاد. بازیگر این فیلم یعنی لنس ردیک توی سن 60 سالگی به مرگ طبیعی به شکل ناگهانی از دنیا رفت. آخرین فیلم این بازیگر همین جان ویک بود، حتی توی فرش قرمز این فیلم هم همین چند روز پیش حضور داشت. اما روز بعدش به شکل ناگهانی فوت کرد و علت مرگ رو هم همون مرگ طبیعی اعلام کردن. کیانو ریوز فیلم جان ویک رو به لنس ردیک تقدیم کردش و توی آخرین فرش قرمز این فیلم نشان یادبود این بازیگر رو به لباسشون زدن. یکی دیگه از بازیگرای سینما که توی هفته گذشته خبر اومد که دچار بیماری شده، سم نیل بود که خود این بازیگر اعلام کردش که به بیماری سرطان سطح 3 خون مبتلا شده. این بازیگر گفتش که در حال درمانه و گفته که ترسی از مرگ نداره و تنها چیزی که ازش میترسه اینه که دیگه بهش کار ندن، چون که ممکنه هر آنی دیگه نتونه فیلم بازی کنه، برای همین ممکنه که دیگه بهش نقشی ندن. اما خبرهای دیگه در رابطه جان ویک این بوده که گفتن که این فیلم کات اولیه‌اش 4 ساعت بوده، اما استودیوی سازنده روی کارگردان فشار آورد و تصمیم گرفتن که با کات‌های بیشتر کاری کنن که فیلم بشه 2 ساعت و 49 دقیقه. و این نشون میده که احتمالاً وقتی که جان ویک بخواد نسخه با کیفیتش منتشر بشه، زمانش طولانی‌تر از نسخه‌ای باشه که توی سینما اکران شده. کارشناسا پیش بینی کردن که فیلم جان ویک 4 تو اولین آخر هفته‌ای که اکران میشه 115 میلیون دلار فروش بکنه که بزرگترین افتتاحیه سری فیلم‌های جان ویک به حساب میادش و همیشه یکی از موفق‌ترین فیلم‌های سال 2023 تا الان. خبر بعدی در رابطه با فیلم جدید جیک جیلنهاله. البته این بازیگر چندین پروژه، یه چیزی در حد 10 تا فیلم به شکل همزمان در دست ساخت داره. ولی توی هفته گذشته یه سری کلیپ‌های جدیدی از فیلم جدیدش وایرال شد. تقریبا 2-3 هفته پیش بود که تصاویر جدیدی از فیلم رود هاوس منتشر شد که این فیلم میشه بازسازی فیلم رود هاوس سال 89. این فیلم در رابطه با مسابقات UFCه و کارگردان این فیلم هم ممکنه قبلا ازش فیلم ایج آف تومارو یا مثلا فیلم آقا و خانم اسمیت رو دیده باشید. توی ویدیوهایی که منتشر شده بود آمادگی بدن جیک جیلنهال توجه همه رو جلب کرده بود که توی هفته گذشته باز هم از پشت صحنه کلیپ‌های جدیدتری منتشر شدش که نشون میداد که این بازیگر 42 ساله تو چه آمادگی قرار داره. این فیلم سرگذشت یه مبارز UFC سابق رو با بازی جیلنهال تعریف میکنه که حالا بعد بازنشستگی توی رستوران مأمور حفظ امنیت شده، یعنی قراره که مثلا اوباشو بندازه بیرون، اما خیلی زود وارد یه داستان جدید میشه. اکران این فیلم هنوز نامشخصه که کی قراره باشه. اما خبر بعدی خیلی مورد علاقه فیلم بازاست. چند وقت قبل که مشخص شد که قسمت دوم فیلم هیت میخواد ساخته بشه. حالا توی هفته گذشته مشخص شد که بعد از 28 سال آلپاچینو توی این فیلم حضور داره و آستین باتلر همینطور آدام درایور هم به این فیلم اضافه شدن. نکته خیلی خیلی مهمتر اینه که کارگردانه این فیلم هم مجدداً مایکل مانه، یعنی همون کارگردان قبلی. و این کارگردان تایید کرد که رابرت دنیرو و وال کیلمر طبیعتاً تو فیلم حضور ندارن و گفتن که قراره آلپاچینو با تکنیک‌های سینمایی که توی فیلم آیریشمن استفاده شد صورتش رو جوانسازی کنن و با چهره جوانتری توی فیلم حضور پیدا کنه. این قسمت دوم داستانش متمرکز روی شخصیت کارگاهی که نقشش آلپاچینو بازی میکرد و توی فیلم ما قرار اتفاقات بعد و قبل قسمت اول ببینیم. یه نگاهی هم قراره به جوونی آلپاچینو توی فیلم بندازیم. اما از قسمت جدید فیلم‌های قدیمی یه خبر دیگه هم اومد در رابطه با گلادیاتور 2 و مشخص شد که دنزل واشنگتن در حال مذاکره است برای پیوستن به این فیلم. بریکیوگن هم توی این فیلم حضور داره و نقش منفیه و کارگردانش هم ریدلی اسکات. خبر بعدی خبر هم خنده‌داره هم مسخره. فیلم وینید پو رو که احتمالاً می‌شناسید، یه فیلمیه که از روی داستان کودکان وینید پو یه فیلم ترسناک درآورده. حالا توی هفته گذشته خبر اومد که اکران این فیلم توی چین ممنوع شده. اولش اکران شده بود، تقریباً هم فروش خوبی توی این کشور داشت. کلاً بازار چین یه بازار خیلی خوبیه. فیلمی که توی این کشور اکران بشه فروش‌های خیلی بالایی داره. اما حالا دلیل ممنوعیتش چی بوده؟ اونم به خاطر اینکه دولت چین اعتقاد داره که شخصیت وینید پو از نظر ظاهر شبیه رئیس جمهور چینه، یعنی شی جینگ پینگ. از سالها قبل کلن شخصیت پو در سینمای چین یه شخصیت ممنوع تصویره و کسی حق نداره تصویرش رو نمایش بده، اما همیشه این ممنوعیت شامل حال کارتون ها میشد. برای همین اولش به فیلمش مجوز دادن ولی توی هفته گذشته مجوز فیلم هم باطل شد.
خبر بعدی هم در رابطه دنیای DCه، هم یه موضوع جالبی رو در رابطه سینما قرار ما بگه. فیلم شزام هفته پیش اکران شد و هفته خیلی مهمی براش بود که مشخص بشه که چقدر قرار فروش بکنه و حالا مشخص شده که این فیلم به یک شکست تجاری خیلی سنگین تبدیل شده. این فیلم از نظر منتقدین همینجور از نظر مخاطبین بدترین فیلم DC لقب گرفته، به طوری که راتن تومیتوز شده 52%. این فیلم بودجهش 130 میلیون دلار بوده و توی هفته اولش فقط 60 میلیون دلار فروخته و برای سودده شدن دیگه حداقل باید نزدیک 300 میلیون دلار بفروشه. کارگردان فیلم گفته که اصلا از روزی که داشتم فیلمو میساختم میدونستم که این فیلم با شکست مواجه میشه، اما فقط به خاطر حقوقش این پروژه رو قبول کردم و حقوقش هم از قبل گرفتم، بر همینم اصلا برام مهم نیست. اما نکته عجیب اینجاست که بقیه عوامل فیلم نمیان موضوع رو عمیق‌تر نگاه کنن و تقصیر رو سر چیزای دیگه میندازن. مثلا یکی از بازیگرا گفته که زک اسنایدر مقصره از بس که توی شبکه‌های مجازی طرفدارای این کارگردان بر علیه این فیلم حرف زدن و این فیلمو کوبیدن و تبلیغات منفی بر علیهش کرد. همینطور ریچل زگلر که یکی از بازیگرای فیلمه برگشته به امتیازهای پایین فیلم انتقاد کرده، گفته که منتقدین فیلم‌های کمدی رو درک نمی‌کنن، اصلا این فیلم‌ها برای مخاطبین ساخته شده نه راضی کردن منتقدین. ولی حالا جالبش اینجاست که جلوتر ازش پرسیدن که خب خودت چرا تو این فیلم بازی کردی، گفته که به پولش احتیاج داشتم برای همین بازی کردم. این فیلم شزام انقدر فروشش ضعیف بوده که پیش‌بینی میشه که 29 فروردین روی استریم پخش بشه، یعنی از روی پرده سینما بیاد پایین. خود شرکت بردن وارنر تو هفته گذشته گفتش که دلیل فروش کم به خاطر اینکه من تبلیغات براش نکردم و دلیلش رو هم اینطوری گفته که گفته تیزر فیلم فلش رو که توی سوپر بول پخش کردم تمام بودجه تبلیغاتی کمپانی رو به صفر رسونده و چون فیلم فلش فیلم مهمتری بوده بر همین تمام پول تبلیغات رو گشتیم رو فیلم فلش، بر همین از ضرر فیلم شزام ناراحت نیستیم. توی هفته گذشته یه اتفاق عجیب سر فیلم فلش افتاد، اینکه تام کروز با یکی از مدیرای کمپانی وارنر زنگ زده گفته یه کپی از فیلم فلش رو بفرستید خونم، که خیلی‌ها برمیگردن میگن که این داستان اصلا از ریشه تبلیغاتیه. گفتن که تام کروز رفته توی سینمای اختصاصی خودش که تو خونشه فیلم فلش رو پخش کرده و بعد از اینکه فیلم رو دیده زنگ زده به کارگردان فیلم، گفته که فیلمی که ساختی از اون فیلماییه که سینمای امروز بهش نیاز داره. و بعد کسایی که فیلم رو برای تام کروز برده بودن تعریف میکردن که تا آخر فیلم که تام کروز نشسته بودن فیلمو دیدن، خیلی تام کروز تعریف کرده از فیلم، حسابی لذت برده، بعضی جا بغض کرده. ولی خیلی‌ها توی شبکه‌های اجتماعی میگن احتمالاً این یک ترفند تبلیغاتیه، چون سر همین موضوع کمپانی بردن وارنر یه موج رسانه‌ای بزرگ برای فلش رو انداخته که مثلا تام کروز هم این فیلمو دوست داره. همونطور که توی ویدیوی بررسی برنامه‌های آینده دنیای DC با هم دیگه بررسی کردیم، فیلم فلش برای دنیای DC خیلی فیلم مهمیه، چون که اصلا این دنیا رو ریبوت میکنه و اصلا از اول تمام فیلم‌ها داستانشون از اول نوشته میشه. اینجوریه که فلش میره به گذشته، باعث به وجود اومدن یه دنیای موازی جدید میشه و از این بعد تمام فیلم‌هایی که از DC میبینیم تو اون دنیای موازی جدیدی که شکل گرفتن اتفاق میفته. اما حالا اینایی که گفتم چیش مهمه؟ همونطور که خودتون فهمیدید مدتای خیلی زیادیه که توی سینما این حرف زده میشه که سینما از ایده‌های نو تهی شده. برای همینم هم بیشتر فیلم‌ها متکی به جلوه‌های ویژن، داستاناشون ضعیفه و همین که دائما ریبوت ساخته میشه. دلیل این اتفاق هم این بود که از اوایل سال 2008 مخاطبین به اینجور فیلم‌ها علاقه نشون دادن. ولی حالا میشه فهمید با تغییر سلیقه مخاطبین به سمت فیلم‌هایی که عمق بیشتری دارن، شاید سینما بتونه دوباره به روزهای خوب گذشتهش برگرده. یه چشمه از این تغییرات توی سال گذشته اتفاق افتاد. سودده‌ترین فیلم پارسال شد فیلم نهنگ که فقط بودجش 3 میلیون دلار بودش و بیش از 30 میلیون دلار فروش کرد. حالا خبر بعدی باز دوباره برمیگرده به همین شکست‌های زنجیره‌ای فیلم‌های ابرقهرمانی. توی هفته قبلی کمپانی دیزنی ویکتوریا آلونسو رو اخراج کردش. ایشون میشد مدیر جلوه‌های ویژه مارول و معاون اصلی کوین فایگی بود. این آدم از زمان ساخته اولین فیلم‌های ابرقهرمانی با این کمپانی همکاری می‌کرد، یعنی فیلم مرد آهنی 1. اولش گفتن که این آدم از مقام خودش کنارگیری کرده، ولی بعدش مشخص شد که دیزنی اخراجش کرد. چرا؟ دلیل اصلیش 100% به خاطر فروش پایین انتمن 3 بوده. انتمن 3 به شکست تجاری خیلی سنگین تبدیل شد. کمپانی دیزنی از قبل هم مشکلات مالی داشت، این موضوع بدتر هم کردش. همین که توی شبکه‌های اجتماعی اصلا بعضی جاها جلوه‌های ویژه این فیلم رو مسخره می‌کردن. حالا دیزنی مسئول این کار رو اخراج کرده، چون گفته که این آدم باعث شده که در تیم جلوه‌های ویژه استودیوی مارول فضای سمی ایجاد بشه. گفته که این آدم مسئولیت ساخت جلوه‌های ویژه رو به آشناهای خودش می‌داده و همین که اگر کسی باب میلش عمل نمی‌کرده، کارش رو چند برابر می‌کرده و زمان تحویل پروژه رو کم می‌کرده تا به تیم فشار بیادش. مثلا یه
نمونهشو فیلم دکتر استرنج گفتن و همین گفتن که تو بعضی موارد حقوق بعضی از کارمندا رو کم کرده، که همه اینا باعث شده بودن که مارول توی فاز 4 شکست بخوره، مخصوصا تو بخش جلوه‌های ویژه‌اش خیلی ضعیف عمل کنه. این خبرها هم مورد علاقه طرفدارای دنیای مارول، چون شاید بالاخره تو فاز 5 بتونن یکم جلوه ویژه بهتری ببینن، هم مورد علاقه کسایی که کلا با فیلم‌های ابرقهرمانی حال نمی‌کنن، که می‌بینن که این کمپانی‌ها یواش یواش دارن نقششون توی دنیای سینما کاهش پیدا می‌کنه. خبر بعدی در رابطه با کمپانی دیزنیه. گفته میشه که آواتار 3 یه نسخه 9 ساعته داره و دیزنی که نسخه 3 ساعتش رو اکران کرده بود، حالا قرار نسخه 9 ساعتیشو مثل یه مینی سریال از دیزنی پلاس پخش کنه. و نکته عجیبتر اینجاست که گفتن که هنوز چند تا سکانس از این فیلم مونده که فیلم برداری نکردیم، یعنی برای اینکه تبدیلش کنن به سریال باز دوباره چند تا صحنه دیگه باید برن فیلم برداری کنن، و گفتن که تابستون این تصاویر باقی مونده رو میرن فیلم برداری میکنن. قشنگ مشخصه که دیزنی میخواد تا جایی که میتونه از آواتار پول در بیاره. خبر دیگه در رابطه دیزنی اینه که دیزنی اولین تصاویرش از سیندرلای سیاه پوست رو در فیلم فرزندان نفرین شده منتشر کرد. تو این فیلم یه خواننده معروف نقش سیندرلا رو بازی میکنه و ریتا اورا هم نقش ملکه قلب ها رو بازی میکنه. این فیلم یه اسپیناف از سری فیلم های دیسندنسه. خبر دیگه در رابطه دیزنی اینه که این کمپانی قراره یه لایو اکشن از انیمیشن پرنسس و قورباغه رو دوباره بسازه. یه انیمیشن موزیکال دیگه هم از این داستان ساخته که این انیمیشن قرار تابستون از دیزنی پلاس پخش بشه. اما تو ادامه فعالیتایی که کمپانی دیزنی داره انجام میده، هفته گذشته یه عالم اتفاق برای دنیای جنگ ستارگان افتاد. دیزنی میخواد این دنیا رو توسعه بده، ولی به خاطر مشکلات مالی دائما در حال انجام تغییرن. خبری که گذشته اومدش اینه که قرار بود یه سگانه جدید از جنگ ستارگان ساخته بشه و رایان جانسون قرار بودش که کارگردان این سگانه باشه. این کارگردان فیلم لاست جدای رو کارگردانی کرده بود، الان 5 سال بود که میخواست این کمپانی همکاری بکنه، ولی با هم دیگه اختلاف داشتن، تا اینکه بالاخره کمپانی دیزنی این سگانه رو کلا کنسل کرد. همین که قرار بود فیلمی از جنگ ستارگان توسط کوین فایگی یعنی رئیس مارول کارگردانی بشه، که دیزنی این فیلم رو هم به طور کامل کنسل کردش. اما یه فیلم دیگه قرار ساخته بشه که تایکا وایتیتی کارگردانشه، یعنی همون کسی که سری فیلم‌های سور رو کارگردانی کرده، و این فیلم کنسل نشده و تایکا وایتیتی علاوه بر اینکه نویسنده است، این فیلم رو هم قرار کارگردانی بکنه. هنوز اسمش مشخص نیست. خبر دیگه در رابطه با جنگ ستارگان اینه که دنیلز ها، یعنی همون کسایی که فیلم Everything Everywhere All at Once رو کارگردانی کردن و توی مراسم اسکار امسال برنده جایزه اسکار شدن، قرار چند قسمت از سریال اسکلتن کرو رو کارگردانی کنن. این سریال توی همین دنیای جنگ ستارگان اتفاق میفته، چیزی شبیه مندلوریانه و جودلا توش بازی میکنه. یه سریال خیلی پرهزینه است، فصل اولش بیش از 130 میلیون دلار بودجه داشته و خالق این سریال همون کسی که سگانه اسپایدرمن تام هالند رو ساخته. اما توی هفته گذشته رسانه‌ها یه توجه ویژه‌ای هم کردن روی اقدامات اپل تیوی. توی اخبارهای قبلی شنیدیم که اپل تیوی داره روی پروژه‌های جاه طلبانه سرمایه گذاری میکنه و کلا راهشو از کمپانی‌های دیگه مثل نتفلیکس و دیزنی جدا کرده. حالا توی هفته گذشته توی صدر اخبار بودش که استریم اپل تیوی بیش از 1 میلیارد دلار خرج کرده روی فیلم‌هایی که قرار از سینما اکران بشن. فیلم‌هایی مثل کیلرز آف دی فلاور مون که برای مارتین اسکورسیزی و دیکاپریو توش بازی میکنه، یا فیلم آرگایل که هنری کاویل توش بازی میکنه، یه فیلم جاسوسی پرهزینه است، همینطور فیلم ناپلئون که ریدلی اسکات ساختتش. همه این فیلم‌ها قراره اول تو سینما اکران بشن، بعد از چند ماه بیان روی استریم اپل تیوی پلاس منتشر بشن. اگر اپل تیوی توی این سبک از تجارت موفق باشه، به زودی بقیه کمپانی‌ها هم همین کارو تکرار میکنن و ممکنه شاهد فیلمایی باشیم که نتفلیکس میسازه و توی سینما اکرانش میکنه و ممکنه اون رونق قدیمی دوباره به سینما برگرده، چون خیلی از تحلیلگرا میگفتن که استریم ها رونق رو از سینما میبرن، ولی با این سبک از تجارت اپل تیوی ممکنه حتی رونق سینما ها بیشتر از قبلا بشه و پول بیشتری بهش تزریق بشه. خبر بعدی در اوتوا کلین مورفیه. توی هفته گذشته مشخص شد که این بازیگر به خاطر بازی در نقش توماس شلبی برنده جایزه بهترین بازیگر مرد در جشنواره بفتا در بخش تلویزیون شد. نکته عجیب اینجاست که این میشه اولین جایزه کلین مورفی که به خاطر بازی در نقش توماس شلبی به دست آورده. خیلی عجیبه، ولی این بازیگر نه توی مراسم گلدن گلوب و نه امی هیچ وقت برنده جایزه نشده بود.
خبر بعدی مربوط میشه به پل توماس اندرسون، کارگردانی که ممکنه قبلا ازش فیلم دیر ویل بی بلاد رو دیده باشید یا همون فیلم خون به پا خواهد شد. این کارگردان یه قرارداد جدید بسته با کمپانی آمازون و قراره یه فیلم پرهزینه رو برای این استریم بسازه. نکته مهمتر اینه که تو این فیلم هم لئوناردو دیکاپریو حضور داره، هم واکین فینیکس، هم ویگو مورتنسن و فیلم برداریش هم قراره اواخر سال 2023 شروع بشه. هنوز از داستان فیلم جزئیاتی مشخص نشده. خبر بعدی مورد علاقه کسایی هستش که به بازی کامپیوتری علاقه دارن. جان اسپیتز نویسنده فیلم دکتر استرنج همینطور دون برای نویسندگی فیلم گریز آف وار قرارداد جدیدی با نتفلیکس امضا کرده. خبر دیگه که تو هفته پیش اومدش این بود که مشخص شد نتفلیکس قصد داره که دنیای گریز آف وار رو توسعه بده و قرار فیلم ها همینطور اسپین آف های بیشتری از این دنیا تهیه بکنه. و بریم سراغ خبر آخر. خبر آخر یه خبر سمیه. فیلم باتمز که نسخه تینیجری و زنانه از فایت کلابه برای منتقدین تو هفته گذشته اکران شد و منتقدین عاشق فیلم شدن، به طوری که راتن تومیتوز شد 94 و نمره متاش شد 80. نکته خیلی عجیب تر اینه که امتیازاش از فیلم فایت کلاب اصلی زده بالاتر. اما حالا این چی هست؟ این فیلم هنوز هیچ تیزر یا تریلری ازش منتشر نشده، فقط 3 تا عکس ازش منتشر شده و داستان 2 تا دختر همجنسگرا رو به تصویر میکشه که یه باشگاه مشزنی را میندازن تا بتونن با دخترهای دیگه رابطه برقرار کنن. حالا نکته خیلی جالب تر اینجاست که راتن تومیتوز به افتخار این فیلم یه ژانر سینمایی به اسم LGBTQ+ رو راه اندازی کرده که فقط محتوایی شبیه به اینجور فیلم ها دارن. خب دوستان، اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید و تا هفته بعدی خدا نگهدار.